خب امروز تست کرونا دادیم و واقعا خیلی سخت بود. تست کرونا وحشتناک سخت بود، یعنی من نمیدونم واقعا به زور تحمل کردیم، مخصوصا یه حرکتی داره که نه اصلا یه چیزی بینی خیلی واقعا اذیت کنند، مخصوصا بینی من که ماشاءالله. خب باید تست کرونا رو انجام بدیم به هر حال و امیدوارم که تیما و تیمایی که حالا بازیکناشون حالا شاید یه ذره داشته باشن به مردم بگن که کدوم بازیکن هست کدوم بازیکن نیست، چون واقعا این فوتبال باید یه موقعی شروع بشه که کسی خدای نکنه مریض نباشه. و خب خدا شکر الان من پیروزم خودم اختصاصی تو ورشگاه شهید کاظمی تعمیر میکنم، آقای افشین پرمانی زحمت کشته بودن که یه تونل هم درست کرده بودن که واسه زدوکنی قبل از تمرین و یه اتفاق خیلی خوبی بود. و خب این تمام تیم‌ها دارن انجام میدن، فکر کنم از امروز شروع شده واسه تیم‌ها واسه باشگاه که تست کرونا رو بازیکناشون بگیرن و ما هم منتظریم دیگه، منتظریم که انشالله لیگ شروع شه و بتونیم. ببینم شما هر جا که بودید بدم سفت و سخت تمرین میکردید، حالا چه تهران چه خرم‌آباد که رفته بودید، حالا بازگشتتون که خودتون هم گفتید در کارگران دارید تمرینات رو پیگیری میکنید. خب به هر حال چون یکی بگم دو ماه خورده ای هست دیگه، نزدیک 3 ماه هست دیگه، ما الان لیگ تعطیله و خب من فکر کنم موقعی که کرونا اومده شاید 2 روز 3 روز استراحت داشتم، یعنی تمرینات خودم انجام دادم، انفرادی های خودم انجام دادم، هرچند که انفرادی خب تمرین کردن شاید زیاد بهم کمک نکنه و خب مهم اینه که با تیم تمرین کنی و مهم اینه که نکات فنی و کادر فنی یاد بگیری و خب این شرایط خیلی سختیه، ولی من مهم این بود که خودم تمرین کردم با مربی اختصاصی و چه تو خرم‌آباد چه تو تهران و خدا شکر شرایط خیلی خوبی دارم و منتظرم و لحظه شماری میکنم که هر چیزی تا بتونم بچه‌ها رو ببینم، کادر فنی رو ببینم، بتونم یه تمرین خوب انجام بدیم که انشالله بتونیم این لیگی که الان همه فکر میکنن که پرسپولیس دنبال این بوده که لیگ شروع شه و خب آقای گل‌احمدی حرف خوبی زد، به هر حال وقتی که ما همه گفتن پرسپولیس دوست داره فقط لیگ شروع شه به خاطر اینکه میخواد قهرمان شه و این ذره شرایط ما رو سخت کرد، من میخوام به بچهای تیم خودمون به کادر فنی به مدیریت بگیم که الان اگه ما این اتفاق افتاده لیگو شروع کردن الان همه فکر کردن که الان پرسپولیس فشار پرسپولیس بوده فشار بالا بوده که به خاطر اینکه پرسپولیس قهرمان شه لیگو شروع کنه و این شرایط ما رو خیلی سخت کرده. ما اگه امسال خدای نکرده نتونیم قهرمان بشیم قول بهتون میدم که 3 سال قبلم که قهرمان شدیم اصلا دیده نمیشه، چون خب زیر سوال میریم، چون تنها تیمی بودیم که دوست داشتیم بازی برگزار شه و باید نشون بدیم که حقمون قهرمانیه و امیدوارم که بتونیم قهرمانی به دست بیاریم. من حالا ان شاء الله کی میرید بلژیک، حالا قراردادتون هم که منعقد شده والا تمام تمرکزمو گذاشتم واسه پرسپولیس و اصلا نه پیامکی نه اس ام اس نه هیچی اصلا با اون تیم در ارتباط نیستم، چون فقط دوست دارم با تیمم قهرمان شم اول و خب برای باشگاه با خود باشگاه در ارتباطه با پرسپولیس و امیدوارم که اتفاقات خیلی خوبی بیفته. من دیروز یه عکسی منتشر شد، گفتن که شما حرکت عجیب برامون وریا غفوری کراب شده، یعنی بریده شده بود از توی عکس، چی بود علتش در اینستاگرامتون؟ من اینو می‌خواستم اتفاقا برای هواداری عزیز که میگن، حالا من دیشب با وریا صحبت کردم، ببین من موقعی که از کوبا وریا اومدم یا استوری گذاشتم که بعد از 2 روز وریا جواب استوری منو نداد، من یه لحظه فکر کردم که وریا واقعا یا دوست نداره مثلا به هوادارا بگه که مثلا با بیرامد رفته بیرون یا نه، ولی خب ازش پرسیدم گفتم چرا این عکس نذاشتی استوری، گفت که آرم پرسپولیس روی پیرهن بوده، گفتم داداش ما رفتیم کوه به هر حال این هر جو خود صلاحیتی که خودت انتخاب کردی آرم پرسپولیس رو پیرهن من بوده، به هر حال این تصمیمی که خودش گرفت، من واقعا یه ذره وریا رفیق منه، رفیق صمیمی منه، یعنی ما دیروزم پیش هم بودیم بعد از این اتفاقی هم که وریا پست گذاشته بود و هوادارا فشار آوردن وریا، من با هم تمرین کردیم، ولی خب چون من عکس وریا رو گذاشتم استوری و خب وریا گفتم که چرا عکس نذاشتی بعد از 2 روز، خب پیش خودم فکر کردم شاید دوست نداشته باشه و من اون عکس رو وریا دروغم نمیگم کات کردم، من تو عکسم کاتش کردم، گفتم شاید ناراحت بشه، خدای نکرده دوست نداره که مثلا هوادارشون ناراحت بشن که با من اومده بیرون یا با هم بیرون تو این اوضاع خراب ما، و همچین اتفاقی افتاد که وریا خب یا پست منو ندیده بود نایده همون عکسی که من کات کردم و گذاشت تو پستش و متاسفانه چه اتفاقی افتاد و همه هوادارهای استقلال گفتن که وریا مردونه کرد عکس تو رو گذاشت، چرا عکس وریا رو نذاشت؟ خب من 2 روز عکس وریا رو استوری من بود، کسی اومد بگه چرا وریا عکس تو رو نمیذاره تو استوری؟ دیشب هم بود عکس وریا در استوری، من بازم همین اتفاق، حرف خوبی زدی، بازم حرفای هوادارهای استقلال عزیز من اصلا تعامل میکنم هر چی دوست دارم بگن، ولی باز به خاطرشون دوباره یه عکس از وریا گذاشتم، باز گفتم وریا که این عکس منو بذار، گفت آرم پرسپولیس رو پیرنده، گفتم نمیدونم حالا بیا
هر کاری میکنی اون قلبو چیز کن، ولی خب دیگه تصمیم بوریا خودش گرفت، منم برای خودش گفتم، گفتم خدای نکرده شاید پیش هواداراش ناراحت نشن هوادار هستش که با بیرام، ولی ما مثلا جدا از فوتبال یکی بهترین دوستام بیرون از زمین بوریا غفوریه. و یه ذره واقعا من خودم دیروز خیلی ناراحت شدم که اینقدر هواداره استقلال هیچی نمیدونن همینجوری حمله کردن به من، و من یک کسی هم که از اول فوتبال همیشه بهم حمله میکردن دیگه هواداره، اصلا برام سخت نیست یا اصلا شرایطی هم ناراحت هم نمیشم، دوستم دارم، امیدوارم که هرج اصلا آقای بیرون هری بز نامیده رضایی های اکسی منتشر که از خودت دلتون برای تیم ملی تنگ شده یا نه، و اینکه کارلوس کیروش هم هر روز بهش عدت و صراحت اعلام کردن برای همه بازیکنان تیم ملی دارن بد جو دارن پر. خب بعد هر روز میزنه یه ذره احساس میگم یه ذره احساس میگم خب شرایط واقعا همه اینجور، ما همه وقتی که مرتضی پورعلی‌گنجی سردار هر کدوم از بچه‌ها رامین عکسای تیم ملی رو میذارن خب ما خیلی دلمون تنگ میشه، و واقعا همیشه منم کامنت میذارم براش میگم مرسی که عکس خوشگل گذاشتی برات. خب به هر حال این مدتی ما از تیم ملی دور هستیم، از فوتبال دور هستیم، و واقعا شرایط خیلی سختی داره. من خودم باور کن مثلا اون دفعه داشتم پلی استیشن بازی میکردم، خداست به جان دوتا بچه‌ام، یعنی وقتی که داشتم بازی احساس کردم خودم اینقدر دلم، هیچ وقت اینجوری خودم رو ندیده بودم، به وقتی یه پلی استیشن پاس میدادم پا خودم رو تکون میداد، یعنی اینقدر دلم تنگ شده بود واسه فوتبال توی مستطیل سبز. و خب امیدوارم که هر چیز زودتر، یعنی من واقعا تا شنبه بود دفعه استوری گذاشتم گفتم فوتبال شروع شد منو بیدار کنید از خواب، و واقعا تا شنبه که قراره حالا به ما گفتن شنبه تمرین است، واقعا دیگه لحظه شماره میکنم تا بتونن تمرین شروع شن و بتونیم دوباره اون زندگی که ما با ورزش داریم رو بتونیم شروع کنیم. آقای بریم شنیده شدی آقای ویلموس قراره سرمربی که آنتر چشنی شما این قضیه والا من اصلاً آقای ویلموس خب مربی بوده تو تیم ملی، خب برای یکی از مربی بزرگ تو بلژیک، و خب حالا شرایطی براش پیش اومد که نتونست تو ایران با تیم ملی ادامه بده، ولی خب من باور کن اصلا به این نگاه نکردم که کی مربی بشه کی سرمربی که بتونم برم تو تیم آنتاپ بلژیک، مهم این بود که برم پیشرفت کنم، و من اگه قرارداد 3 ساله بستم با تیم بلژیکیه و نیتم اینه که بعد از 6 ماه از اونجا جدا شم، و این نیست که من خدای نکره فقط برم 2-3 سال بمونم تو بلژیک، و امیدوارم که این اتفاق بیفته. مرسی.